خیلی متشکرم، خسته نباشید که حالا با ما بودید. سخنران بعدی برنامه مونا روشن از فعالین حزب کمونیست ایران مارکسیست لنینیست ماویست در کانادا میباشد. سخنرانی مونا در رابطه با طبقه کارگر و انقلاب کمونیستی. مونا خواهش میکنم بفرمایید. با درود به حسین و تبریک اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به همه کارگران و زحمتکشان و تمام کمونیست‌های جهان. من یکم سخنرانی فکر می‌کنم با بقیه فرق می‌کنه. اول ماه مه، روز جهانی صدور ادعانامه کمونیستی طبقه کارگر علیه نظم موجود و اعلام این حقیقت سترگ به کل بشریت است که جهان کنونی فقط دو را پیش رو دارد: ادامه وضع موجود با تمام رنج‌ها و دهشت‌هایش و یا انقلاب پرولتاری کمونیستی طبقه کارگر در هر کشور و در سطح جهان برای رهایی از شر نظام سرمایه‌داری و ساختن جامعه نوین. نظام سرمایه‌داری جهانی در آستانه بحران و جابجایی‌های تکان‌دهنده‌ای قرار گرفته است. بحران سیاسی اقتصادی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز بر متن این بحران جهانی نه تنها تخفیف نیافته است، بلکه علارغم آزادی عملهایی که اینجا و آنجا نصیبش می شود، در کلیت خود حادتر و لاعلاجتر می شود. این وضع شرایط را برای انقلاب در ایران مساعدتر می کند. اما انقلاب آگاهانه ترین عمل جامعه بشری است و لاجرم نیازمند عالی ترین و آگاهانه ترین سطح از بکارگیری خط ایدئولوژیک، خط سیاسی و سازمانگری و سازمانیابی است. سرمایه‌داری را فقط با عمل آگاهانه و سازمانیافته میتوان سرنگون کرد. دورانی است که کمونیست ها باید فعالانه و خلاقانه ایدئولوژی و برنامه کمونیستی را در میان توده های مردم گسترش دهند و آنان را در سطوح مختلف تشکیلاتی، از تشکل حزبی تا تشکلات غیر حزبی، در جنبش‌های توده‌ای برای مبارزه انقلابی سازمان دهند. عملی کردن جامعه کمونیستی نه تنها رویایی دوردست نیست، بلکه کاملا منطبق بر امکان و نیاز عینی جامعه بشری است. در متن چنین اوضاع نابسامانی ما با یک سوال اساسی روبرو هستیم: آیا زمینه‌های انقلاب کمونیستی در جهان امروز موجود است؟ و اگر موجود است، چرا طبقه کارگر که باید سوژه این انقلاب باشد ضعیف است؟ و یا در ایران با وجود اینکه شرایط عینی برای یک انقلاب پرولتاریسم موجود است، چرا شرایط ذهنی یعنی آمادگی سیاسی تشکیلاتی طبقه کارگر تحت رهبری حزب کمونیست بسیار ضعیف است؟ شکست انقلابات سوسیالیستی در دو کشور شوروی و چین و احیای سرمایه‌داری در این کشورها و همچنین برپایی کارزارهای ضد کمونیستی سرمایه‌داری بین‌المللی تأثیرات روحی زیانباری بر صفوف کمونیست‌ها به جای گذاشته است که موجب رشد گرایشات نسبی‌گرایی ایدئولوژیک و انحلال‌طلبی تشکیلاتی در میان طیف بزرگی از کمونیست‌های سابق شده است. ما با پایین آمدن افق دی و سطح توقعات حتی در میان کسانی که خود را طرفدار طبقه کارگر می‌دانند روبرویم. بروز برجسته این مسئله در بی‌اعتمادی به امکان پذیری جامعه سوسیالیستی است. از همین رو می‌بینیم که در میان این قبیل گرایشات نه چندان صحبتی از کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر نمی‌شود. باید با این نسبی‌گرایی ایدئولوژیک پیگیر مقابله کرد، زیرا این گرایش به همان نسبت که رشد یافته است از یک سو احزاب کمونیست را از هم گسیخته و پراکنده کرده و از سوی دیگر به مساوی جاده صافکن احیای مذهبی و نفوذ توهمات بورژوا دموکراتیک عمل کرده است. به محض اینکه مسئله کسب قدرت سیاسی تر می شود، پای جنبندی از این دو تجربه مهم تاریخی به میان می آید. یعنی جنبندی از نقاط قوت و ضعف و شکست‌ها و پیروزی‌های طبقه کارگر و دستیابی به درک عمیق‌تر از چگونگی ساختن جامعه آینده. این خود بخش مهمی از آگاهی کمونیستی است که باید به میان طبقه کارگر برده شود تا
طبقه کارگر ایران باید بداند که طبقه جهانی ما دارای شناخت و تجربه غنی از سرنگونی سرمایه‌داری و برقراری قدرت سیاسی و ساختن جامعه سوسیالیستی است. بسیاری از جریانات چپ ترجیح می‌دهند با این قبیل مسائل رودرو نشوند، در موردش سکوت کنند، کلاً آن را در میان کارگران طرح نکنند و یا همه دستاوردهای گذشته را منحل کنند و در بهترین حالت از طریق اثبات عدم حقانیت سرمایه‌داری و مسائل آن است که به دفاع از سوسیالیسم می‌پردازند. سوال اساسی این است: آیا ساختن یک جامعه نوین و متفاوت و انقلابی امکان پذیر است یا نه؟ تفره رفتن از پاسخگویی به این سوالات بسیاری از کمونیست‌ها را به سکوت یا تسلیم طلبی کشانده است. یکی دیگر از موانع ذهنی، فقدان و یا حضور کمتر جنبش کمونیستی در میان کارگران است. این واقعیتی است که بسیاری از کارگران پیشرو و کمونیست توسط ارتجاع اسلامی سرکوب شدند، به زندان افتادند، به قتل رسیدند و یا به تبعید رانده شدند. اما این موزل ابعاد وخیم‌تری دارد. ما با یک خط یا گرایش انحرافی روبرو هستیم که زمانی لنین نام اکونومیست بر آن نهاد که مشخصه اصلیش کرنش به خودرویی است. عموماً از نظر اکونومیست ها آن جنبشی واقعا خصلت ضد سرمایه‌داری دارد که خود انگیخته باشد و مبارزه اقتصادی کارگران را به عنوان شکل عمده مبارزه طبقاتی دنبال کنند. بسیاری از افراد که خود را چپ و کمونیست می دانند همون غمشان این است که سر کارگران را به مبارزات جاری اقتصادی گرم کنند. اینها در بهترین حالت به قول لنین نقش منشی ترید یونیون را ایفا می کنند، به جای اینکه آگاهی سیاسی طبقاتی را به میان کارگران ببرند و تریبون مردم باشند. جنبش اقتصادی طبقه کارگر به هیچ وجه نقش استراتژیک در تدارک انقلاب پروتری ندارد. نه مهمترین عرصه مبارزه طبقاتی است و نه باید به آن به مساوی یک پیش مرحله در پیشبرد مبارزه طبقاتی نگریست. اگر کسی فکر می‌کند که از طریق این مبارزات می‌تواند نظام سرمایه‌داری را سرنگون کند، دچار اشتباه بزرگی شده است. مبارزات اقتصادی در بهترین حالت و حتی در رزمنده‌ترین شکل کماکان در دایره مناسبات بورژوایی قرار دارد و اساساً قول فروش بهتر نیروی کار و چک و چانه زدن با کارفرمایان و دولت است. به همین خاطر از نظر سیاسی خیلی راحت میتواند سیاست‌های بورژوایی را در بطن خودش به پذیرت و پرورش دهد. مسلماً جنبش اقتصادی لازم است، زیرا در مقابل هر شکلی از ستم باید مقاومت را سازمان داد. اما از درون مبارزات اقتصادی حد اکثر چیزی که به دست می آید بهبود شرایط کار است، آن هم نه برای همیشه. از درون مبارزه اقتصادی نه رهایی از زنجیر کار مزدی به دست می آید و نه یک جنبش سیاسی انقلابی سربلند می کند. وظیفه کمونیست‌ها در قبال مبارزات اقتصادی کارگران صرفاً دفاع از آنها نیست، بلکه جهت دادن آنها از مسیر خود به خودی سیاست‌های بورژوایی و کشاندن آنها به مسیر نبرد آگاهانه سیاسی است. کمونیست‌ها در جریان این مبارزات همواره باید مسائل بزرگتری را در مورد ماهیت نظام سرمایه‌داری، دولت و رهایی طبقه کارگر طرح کنند. آگاهی کمونیستی را با کارگران پیوندند. طبقه کارگر هرگز با پیشبرد مبارزه اقتصادی به کلیدی ترین تشکیلات خود یعنی حزب دست نمی‌یابد. زمینه‌های ایدئولوژیک سیاسی چنین برخوردهایی یکی درک غلط و اسطوره‌ای است که بسیاری از جریانات چپ از طبقه کارگر دارند، حالان که به خودی خود طبقه کارگر از هیچ قداستی برخوردار نیست. این واقعیت که نظام سیاسی، نظام سرمایه‌داری و بازتولید مستمر آن اساساً به حول روابط خصمانه پرولتاریا و بورژوازی ساختار یافته است، نقش پرولتاریا را در محو این نظام تعیین کننده می‌کند. اما این به آن معنا نیست که این طبقه به طور خود به خودی دارای این درک استراتژیک است. طبقه کارگر تنها زمانی که به آگاهی سیاسی و چرایی تغییر انقلابی این نظام میرسد پا به میدان انقلاب میگذارد.
و این بدون داشتن یک حزب پیشاهنگ که بر تئوری‌های مارکسیستی استوار باشد نمی‌تواند روند پر از فراز و نشیب تغییر انقلابی جامعه را رهبری کند. انقلاب پرولتاری نه خود رهایی پرولتاری‌ها بلکه رهایی بشریت است. کمونیسم نیست صرفاً علم رهایی پرولتاری‌ها نیست، بلکه علم رهایی جامعه بشری از نامه نظام طبقاتی هزاران ساله است. سرفرود آوردن در مقابل جریان جنبش جاری و اکونومیست شکلی دیگری از بروز عدم اعتقاد به امکان پذیری جامعه سوسیالیستی است و نهایتاً سرفرود آوردن در مقابل ایدئولوژی های بورژوایی و تسلیم شدن در برابر آن است. در فضای ایدئولوژیک حاکم بر جهان که توسط در چند دهه کارزار بین‌المللی کمونیسم و انقلاب مرد شکل گرفته است، خطر عمده زیادی خواهی و اراده‌گرایی انقلابی نیست. اکنون واقع‌گرایی مرد شده است. حواله دادن انقلاب و استراتژی انقلاب به بعد مرد شده است. تن دادن به اصلاحات دموکراتیک مرد شده است. امتیاز دادن به صدای دموکرات ها و فراخواندن کمونیست ها به سکوت و اتخاذ چشمانداز و برنامه بورژوا دموکراتیک سکه رایج است. اگر امپریالیست ها تبلیغات منظم سیاسی ایدئولوژیک و فرهنگی علیه کمونیست برا می اندازند و مرگ کمونیست را اعلام می کنند، اگر جمهوری اسلامی با چماق دین و مذهب بر سر جامعه می کوبد تا ستم دیدگان را منگ و مرعوب کند، به خاطر ترسی است که از کمونیسم دارند. امپریالیست ها و جمهوری اسلامی و باقی مرتجعین جهان خوب می دانند که طبقه کارگر بدون دورنمای روشن و آرمان انقلابی و رهایی بخش اعتماد به نفس لازم برای مبارزه پیروزمند را به دست نخواهد آورد. بدون فعالیت امروزی اوضاع انقلابی فرا نخواهد رسید. نظام سرمایه‌داری در قیاب انقلاب آگاهانه کاملا توان آن را دارد که به قیمت نابودی انسان‌ها خود را بازسازی کند و حریص‌تر از پیش خون طبقه کارگر را بمی‌کند. این انقلاب طبقه کارگر در هر کشور و در سطح جهان برای رهایی از شر نظام سرمایه‌داری و ساختن جامعه نوین باید انقلاب کند. هدف سیاسی انقلاب طبقه کارگر در هر کشور در هم شکستن ماشین دولتی و کسب قدرت سیاسی است تا با اتکا به این قدرت برنامه اقتصادی اجتماعی خود را عملی کند. این انقلاب هدف اجتماعی بسیار روشنی دارد: محو کامل مالکیت بر ابزار تولید ثروت و بهره‌گیری خصوصی از ثروت اجتماعی تولید شده، محو تمایزات طبقاتی و تمایزات اجتماعی و محو تمام افکار منطبق بر این تمایزات. هدف انقلاب طبقه کارگر است. زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم و زنده باد عدل ما.